سلام به کلاس درس خوش اومدید امروز میخوام یه تمرین در مورد حضولی با هم دیگه حل بکنیم فرض کنید که به ما گفته شده حضولی که معادله اون به صورت 9 y2 منهای 16 x2 مساوی با 144 هستش رو رسم بکنیم خب ما میخوایم یک همچین حضولی رو رسم بکنیم اولین نکته که توجه میکنیم میبینیم که معادله به فرمی که الان داده شده فرم استاندارد معادله حضولی نیست چون فرم استاندارد حضولی هایی که ما تا حالا یاد گرفتیم که مرکزشون مبدع مختصات بود یکی به صورت y2 روی a2 منهای x2 روی b2 مساوی با یک بود که این برای حضولی های عمودی بود یا افقی درسته عمودی و دیگری به فرم x2 روی a2 منهای y2 روی b2 مساوی با یک بود که این برای هزولی های افقی بودش خب پس فرمای استاندارد حضولی که ما تا حالا یاد گرفتیم این دوتا هستن پس برای اینکه بتونیم این حضولی رو را راحتتر رسم بکنیم و تبدیلش بکنیم به فرم استاندارد چطور میتونیم تبدیل بکنیم؟ خب میبینیم که سمت راست هر دوی این معادله ها یک هستش پس بیاید معادله رو دو طرفش رو به 144 تقسیم بکنیم تا اول سمت راستش یک بشه به دست میاریم چی؟ به دست میاریم 9 و 2 روی 144 منهای 16 x2 روی 144 مساوی با یک خب حالا این یه خورده شبیه تر داره میشه به فرم استاندارد اگر دقت بکنید میبینیم که 144 هم به 9 و هم به 16 بخش پذیر هستش و اگر این که رو ساده بکنیم میشه به فرم y2 روی 16 منهای x2 روی 9 مساوی با یک نوشتش. که حالا این کاملا به فرم استاندارد تبدیل شد و میبینیم که فرم استاندارد یک حضولی عمودی به مرکز مبدع مختصات هستش خب پس ما تا حالا فهمیدیم چه جور حضولی داریم حالا باید پارامترهاش رو از روی معادله تعیین بکنیم پارامترهای حضولیمون چی بودن A و B و C درسته A و B رو که خیلی راحت میشه از مقایسه این معادله که اینجا داریم با فرم استاندارد به دست آورد داریم a مساوی با 16 چون a دو y2 هستش a مساوی 16 در نتیجه a مساوی با 4 خواهد بود b2 چی هستش b2 مساوی با 9 پس در نتیجه b مساوی با 3 خواهد بود و c رو چه جوری به دست میاریم اگر یادتون باشه برای همه هزولی ها چه افقی چه عمودی رابطه بین a b و c و به صورت c دو مساوی a دو به علاوه b دو بود درسته پس حالا که آدو بی دو داریم خیلی راحت میتونیم سی دو رو هم تعیین بکنیم سی دو مساوی میشه با آدای بلوه بی دو یعنی 16 بلوه نه که مساوی با 25 میشه درسته پس در نتیجه سی مساوی با پنج هستش خب ما حالا همه پارامترهای های مون رو تعیین کردیم نوعش هم تعیین کردیم که حضلولی عمودی هستش حالا دیگه خیلی راحت میتونیم رسمش بکنیم گفتیم برای رسم حوزلی چیکار میکنیم خب بیام اول محورهای مختصاتمون رو بکشیم این محور ایکس ها این هم از محور وای ها خب گفتیم که میایم اول یک مستطیل رسم میکنیم وقتی که میخوایم حضولیمون رو بکشیم و برای حضولی های عمودی مستطیل اون چطور مشخص میکردیم میگفتیم که خب رأس حضلولیمون که روی محور وای ها قرار داره دوتا رأساش یکی توی نقطه سفر و آ هستش درسته پس این نقطه مختصات وایش چهار هستش چون آ چهاره یه نقطه دیگه رأس دیگهمون توی صفر و منفی آ هستش پس اینجا منفی چهاره دو تا نقطه هم می اومدیم روی محور x ها میذاشتیم به مختصات b و صفر و منفی b و صفر حالا اینجا چون b سه هستش پس اینجا به مقدار سه و از این طرف اندازه منفی سه رو مشخص کنیم و حالا یه مستطیل گفتیم رسم میکنیم که از این چهار تا نقطه زلاش رد بشه یعنی یک تقریبا همچین مستطیلی رو رسم میکنیم این یک زلش این زل دیگرش یک زلش و این هم زل ای خورده بعد من کشیدم مستطیلم و ولی تقریبا فکر کنم مشخص هستش که منظور چی بود پس اینجاها به ترتیب A منفی آ B و منفی B هستند. و گفتیم اگر قطرهای این مستطیل رو رسم بکنیم به ما مجانبهای حضولیمون رو میده درسته این یکی از قطراش که اولین مجانب حضولیمون هست و این هم قطر دوم مستطیلمون که دومین مجانب حضولیمون هستش خب آه این شکلی که ما الان اینجا کشیدیم به ما کمک میکنه که خیلی راحت حضولیمون رو رسم بکنیم حضولی وقتی که مقدار x زیاد میشه تقریبا میره که به مجانبهاش نزدیک و نزدیکتر بشه و رسش هم تو این نقاط آ و منفی آ هستش درسته؟ خب پس بعد چون حضولیمون عمودی هستش تقریبا یک همچین شکلی داشته باشه این یک شاخش و این هم شاخه دیگه حضولیمون درسته خب برای اینکه شکلمون کامل بشه بیایید کانون های حضولیمون هم مشخص کنیم مختصات کانونمون چی هستش یه کانونمون F هستش به مختصات C و صف پس این F هستش به مختصات از میخوام صف و C چون حضولیمون عمودی هستش پس میشه مختصاتش صفر و پنج و کانون دومون F پریم هستش به مختصات صفر و منفی پنج درست. خب این از شکل کامل حضولی ما پس ما هم دیگه یاد گرفتیم که وقتی معادله یک حضولی به فرم غیر استاندارد بهمون به داده میشه چطوری به فرم استاندارد تبدیلش کنیم و بعد حضولیمون رو رسم بکنیم تا جلسه بعدی خداحافظ